گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی. از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی. قند پارسی. پارسی شکر شکر شدم همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود. و خدایی که در این نزدیکی است. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز و همدلان همراه در وطن فارسی. با برنامه قند پارسی از رادیو دری صدای جمهوری اسلام ایران در خدمت شما هستیم. زینب بیات هستم، تهیه کننده و گوینده این برنامه، و همراه استاد محمد کاظم کاظمی نویسنده برنامه خدمتگزار شما هستیم. جرم تو چیست نازنین؟ صدق و صفا و راستی؟ ای که تو از خدای خود غیر خدا نخواستی، ای به فدای خنده زخمی و دل شکستت، شکر خدا که همچنان سرخوشی و بپاستی. کابل زخم خوردم، وقت برای گریه نیست، گریه با تبسمی گم شده در خداستی. کابل جان خستم، شانه ما پناه تو، چشم و زبان پارسی نور دو چشم ماستی. کابل جان چه می کشی از دست حرامیان؟ کابل بی پناه من، قبله عشق و راستی. دختر شعر فارسی، کابل من چه می کنی؟ حرف بزن عزیز من، جان پدر کجاستی؟ بله عزیزان، یک بار دیگر زبان شعر تأثیر خود را در بیان احساس جمعی مردم یک سرزمین نشان داد. واقعه کشته شدن دانشجویان دانشگاه کابل در حمله تروریستی اخیر قلب بسیاری از مردم جهان را به درد آورد و در این میان شاعران بیشتر از دیگران به بیان این احساس پرداختند. یکی از کارکردهای همیشگی شعر همین بوده است که در چنین موقعیت‌هایی به داد مردم رسیده و راه بیان عواطفشان را هموار کرده است. در واقع کار اصلی هنر و خصوص شعر همین است که از حالت خبری بیرون می‌آورد و با آنها شکل عاطفی و فکری می‌دهد. یک واقعه در قالب خبر ممکن است فقط با تعدادی عدد و رقم بیان شود، ولی وقتی برسه شعر می رسد و با تخیل و احساس شاعر پیوند می خورد، ابعاد دیگری هم پیدا می کند که تأثیر آن بر دیگران را بیشتر می کند. در این چند روز که از این واقعه تلخ گذشته است، ده ها شعر برای این موضوع سروده شده و شاید در تاریخ کشور کمتر سابقه داشته باشد که برای یک واقعه در طول کمتر از یک هفته به اندازه یک کتاب شعر سروده شود، آن هم از سوی شاعران دو کشور. یکی از چیزهایی که این ماجرا را برجسته تر ساخت و شاعران را بیشتر درگیر ساخت، عبارت کوتاه جان پدر کجاستی بود. این عبارت خودش یک پتانسیل و جوهره شعری نیرومند داشت. با بیان موسی اسمتی شاعر خراسانی، این جان پدر کجاستی از یک نظر کوتاه‌ترین شعر جهان است و از نظر دیگر بلندترین و عمیق‌ترین شعری که تا حالا شنیدم.
همچنین خانم کبرا موسوی قهفرخی شاعر توانمند ایرانی در مورد آن یادداشت نوشته و آثار عاطفی و زبانی این عبارت کوتاه را بیان کرده است. بعقیده خانم موسوی قهفرخی این قدرت زبان، نوع ترکیب و چینش کلمات و جادوی موسیقی است که توانسته روح و روان مخاطبان را درگیر کند. به احتمال بسیار قوی، هیچ پدری در اوضاع بحرانی مانند آنچه در دانشگاه کابل رخ داد، به دنبال جفت و جور کردن کلام و موسیقی به شکل ادبی و مؤثر نیست. پس چه شده که نیروی شگفت و خیره کننده این جمله کوتاه در این موقعیت آزاد شده و گویشوران فارسی را چنین اندوهگین ساخته؟ در پیامک جان پدر کجاستی نیز ما با یک شعر روبرو هستیم. اگر از دیدگاه عروض به این جمله نگاه کنیم، نیم مصرعی از یک شعر در وزن دوری روبروی ماست. نیم مصرعی که به علت برخورداری از غنای احساسی عصاره مرثیه‌ای بلند است. توجه به کاربرد درست فعل است در این جمله نشان می‌دهد که گویشوران فارسی در افغانستان به جایگاه درست کاربرد فعل است و تفاوت آن با فعل هست واقفند. این نکته جالبی است. در افغانستان مردم نمی‌گویند کجا هست، بلکه می‌گویند کجا است، و این چیزی است که خانم موسوی با آن اشاره می‌کند و آن را از نظر زبانی درست‌تر می‌داند. ولی اینجاست که قدرت اعجاب آور کلمه و کلام خود را نشان می دهد و اینجاست که تأثیر شعر در بیان عواطف انسانها آشکار می شود و به این پرسش پاسخ می دهد که ما چرا به شعر احتیاج داریم؟ برای اینکه انسان گاهی حالات و شرایطی دارد که جز با زبان شعر با این سرعت و قدرت قابل بیان نیست. سرشکم دوده آهم شولم داغ دلم بده چوشم از حاصل هستی سرا پایم همین داره جسو خودم و یادت جسو خودت و یادت مشق دگر ندارد مشق دگر ندارد در پرتو چراغ در پرتو چراغ پروانه
به دوش می دیدم که با من می کنی گرمی، شدم بیدار دیدم آتش در خانه افتاده، جز خودم بیادت 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 مشق دیگر نبارم پروانه با یک سوختن آزاد شدشم، بیچاره دل ماست که در سوز و گداز است، پروانه می نگارم من می نگارم پروانه من نگارم شهر چون سری خجلت برارم از کفن گویم که یارب داغ هجران دیدم دیگر نسوزانم، جز خودم بیادت سرخ جامعی نظر از دور دوختم، این داشتم توی تو نبودی و سوختم، جس و خودم بیادت جس و خودم بیادت مشک دیگر با این امید که در کل کره زمین شاهد اتفاقهای نیک و خبرهای خوش باشیم و دیگر خبری از انتحاری و انفجار و کشته شدن و حملات تروریستی نباشه، با پایان برنامه دیگری از برنامه‌های قند پارسی رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما و تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم.